دوستان و همراهان کانال طبیعت درمانی، سلام. خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمت شما هستیم. امروز قصد داریم در این ویدیو به شما آموزش دهیم که چگونه مبتلایان به کمکاری تیروئید وزن خود را کم کنند. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید و همچنین با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید. اکثر افرادی که دچار کمکاری تیروئید هستند از چاقی بی‌دلیل خود شکایت دارند. به دنبال راهی برای لاغری می‌گردند. درست است که در این وضعیت لاغر شدن کار چندان ساده‌ای نیست، اما غیر ممکن هم نیست. اگر شما هم بدون دلیل چاق می‌شوید، امکان دارد به مشکل کمکاری تیروئید مواجه باشید که خودتان از آن بی‌خبر هستید. بهتر است آزمایش خون بدهید و وضعیت تیروئیدتان را بررسی کنید. برای مبتلایان به کمکاری تیروئید، از دست دادن وزن به خاطر پایین بودن سطح هورمون فعال تیروئید یعنی T3 مشکل است. در واقع این هورمون برای تنظیم متابولیسم بدن بسیار قدرتمند عمل می کند. ما در این قسمت از ویدیو به شما استراتژی هایی که برای کاهش وزن برای مبتلایان به کمکاری تیروئید است معرفی می کنیم. حذف گلوتن از رژیم غذایی. نکته مهم این است که گلوتن بالا در رژیم غذایی این بیماران با جذب یود در بدن آنها تداخل دارد و منجر به سرکوب عملکرد تیروئید می شود. در این میان ارتباط بین عدم تحمل گلوتن و اختلالات تیروئید طولانی مدت شناخته شده است. آرد گندم مانند نان، پاستاها و کیک، جو، چاودر و جوی دوسر حاوی گلوتن هستند. البته سس‌های سالاد و شکلات نیز باید به این لیست اضافه کرد. افراد مبتلا به کمکاری تیروئید باید هنگام خرید مواد غذایی به برچسب آنها دقت کرده و مواد غذایی بدون گلوتن را انتخاب کنند. پرش از کربوهیدرات های ساده و قند. توصیه متخصصان اتخاذ یک رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات های ساده بسیار اندک و کربوهیدرات های پیچیده فراوان است. قند های ساده موجود در نشاسته ها، آب نبات و نوشیدنی های شیرین به علاوه نان سفید باید تقریبا در مبتلایان به کمکاری تیروئید حذف شود و جای خود را به کربوهیدرات های پیچیده مانند نان کامل و غلات کامل به علاوه میوه ها و سبزیجات دهد. اجتناب از کربوهیدرات های ساده به کاهش تولید سیتوکین که یک پروتئین منجر به التهاب در بدن است کمک می کند. شما می توانید از موادی مانند برنج قهوه‌ای، میوه های خام یا آب میوه های طبیعی، نان جو نیز استفاده کنید. مصرف وعده های غذایی کوچکتر. کمکاری تیروئید عملکرد دستگاه گوارش را کند می کند. در این میان خوردن میان وعده های غذایی کوچکتر، حاوی ریزمغذی ها، پروتئین های با کیفیت، کربوهیدرات های پیچیده و چربی های سالم منجر به تعادل قند خون و جلوگیری از اضافه وزن شما می شود. استفاده از روغن های نارگیل در رژیم های روزانه. بسیاری از روغن ها و سبزیجات حاوی اسیدهای چرب هستند که عملکرد تیروئید را پایین می آورند و همچنین باعث چاقی می شوند. بنابراین روغن نارگیل حاوی چربی های سالم است و همچنین برای پخت و پز می توان از روغن نارگیل استفاده کنید یا 20 دقیقه قبل از غذا برای بهبود متابولیسم و جلوگیری از چاقی از آن استفاده کنید. بهترین غذا برای کمکاری تیروئید. برای بهبود تیروئید سعی کنید از آجیل ها و مغز ها استفاده کنید که حاوی سلنیوم است. عملکرد تیروئید را بهبود می بخشد و همچنین از امگا 3 که در ماهی وجود دارد برای کاهش وزن خود استفاده کنید. سرکه سیب برای کمکاری تیروئید مفید است چون هورمون ها را متعادل می کند و اشتها را کم می کند. یک قاشق غذاخوری از آن را به آب بیفزایید و روزانه بنوشید. ورزش. همانطور که گفتیم مشکل کمکاری تیروئید باعث کاهش متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن می شود. حتی بعد از اینکه تیروئید دوباره شروع به عمل کرده درست می کند، باز در بیشتر موارد متابولیسم نمی تواند به وضعیت قبلی خود برگردد. برای همین لازم است که نه تنها به فکر تنظیم برنامه غذایی باشیم، بلکه با انجام حرکات ورزشی منظم نیز در برنامه روزانه ایتان بگنجانید و بیش از هر زمان دیگر به فکر افزایش متابولیسم بدنتان باشید. شاید پیش از این مشکل 3 جلسه ورزش در هفته کافی بود تا وزنتان کاهش پیدا کرده و عضلاتتان تقویت شوند. اما بعد از ابتدا به کمکاری تیروئید این جلسات کافی نخواهد بود. در واقع شما به 4 یا 5 جلسه ورزش هفتگی نیاز دارید تا به نتایج دلخواه برسید. در نظر بگیرید که بیشتر ورزش های مربوط به تقویت قلب و عروق انجام دهید.
در این قسمت از ویدیو ما به شما یک ترکیب معجزه آسا برای کاهش وزن سری و درمان کمکاری تیروئید پیشنهاد میکنیم. برای این کار به 40 عدد گردوی تازه و سبز، یک شیشه عسل خام ارگانیک و یک شیشه خالی نیاز داریم. در ابتدا گردوها را بشورید، با کمک سوزنی تمیز سوراخ‌های پراکنده‌ای در سطح گردوها ایجاد کنید و آنها را از وسط جدا کنید. گردوها را درون شیشه قرار دهید و بر روی آنها عسل بریزید. شیشه را به مدت 40 روز در زیر نور مستقیم خورشید قرار دهید. پس از 40 روز ترکیب شما آماده است. اگر این ترکیب غلظت زیادی داشت، می توانید هر بار استفاده از آنها به کمک آب رقیق کنید. سعی کنید چند قاشق از آن را روزانه به صورت ناشتا مصرف کنید. فراموش نکنید که دوز استفاده از آن نباید زیاد باشد. یود موجود در گردوهای تازه و سبز می تواند کمکاری تیروئید را درمان کند. امیدوارم که مطالب گفته شده در این ویدیو برای شما مؤثر واقع شود. با تشکر از شما دوستان و همراهان همیشگی کانال طبیعت درمانی که ما رو تا این لحظه از ویدیو همراهی کرده اید. تا درود دیگر، بدرود.